بیش از یک سال از روی کار آمدن سنی های تون طالبان می گذرد و تا کنون هیچ کشوری در جهان آنها را به رسمیت نشناخته است. در همین حال اولین قطنامه سازمان ملل متحد علیه طالبان نیز صادر شد. همکارم سعید بهاری گزارش می دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطنامه ای گفته که حکومت طالبان در افغانستان در صورت عدم رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و عدم تشکیل دولت فراگیر به رسمیت شناخته نخواهد شد. این اولین قطنامه سازمان ملل در مورد وضعیت افغانستان از زمان تسلط سنی های تندروی طالبان بر این کشور در 15 آگوست 2021 میلادی است. سازمان ملل متحد در این قطنامه همچنین از حضور گروه های تروریستی در افغانستان و تداوم خشونت در این کشور ابراز نگرانی کرده است. زابا رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این جلسه زندگی مردم در افغانستان تحت تسلط طالبان را شبیه آخر زمان توصیف کرد. او در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد افغانستان گفت جرایم سازمان یافته و سازمان های تروریستی بار دیگر در حال رشد هستند افغانستان با چالش های پیچیده و در هم تنیده ای و طالبان نشان داده که یا قادر نیست یا نمیخواهد این چالش ها را حل کند به افزود فراتر از وضعیت فاجعه بار انسانی و حقوق بشری حالا این کشور غرق هروئین و تریاک شده و در میان بحران اقتصادی مواد مخدر بزرگترین بخش اقتصاد این کشور شده است. قطنامه سازمان ملل علیه سنی های تندروی طالبان در حالی صادر شده که کشورهای غربی و مقامات سازمان ملل به تعامل خود با این گروه تروریستی ادامه میدهند دهند و هیچگونه فشاری بر آنها برای رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و حقوق گروه های قومی و مذهبی وارد نکردند. سعید بهاری اخبار